میشه. بله، یه 15 دقیقه فکر میکنم از دست دادیم. بسیار عالی، ممنون، متشکرم. بله، خیلی اتفاقی من متوجه این شدم که 15 دقیقه کلاس رفت. یه خلاصه 15 دقیقه ای رو اگر بخوایم بگیم، یه بحثی داشتیم روی ماینینگ ها و کسایی که اومدن تو حوزه ماینینگ دارن کار میکنن، مشکل برق و اصلا ارتباط داره به اینها نداره رو صحبت کردیم. بعد به این اشاره شد که تو جلسه پنجم قرار بود که در مورد کیف پول صحبت کنیم، اما بحث های اخیر تو حوزه ماینینگ باعث شد که چون کیس روز بود بیایم سراغ یه همچین موضوعی. تو این جلسه میخوام در خصوص کسب درآمد از چیز خدمتتون ارزهای دیجیتال با هم صحبت بکنیم. سرفصل شامل این 15 ردیفه. در انتهای یعنی نیمه دوم کلاس به مبحث تأمین مالی، روش‌های اون و روش‌های تأمین مالی در بلاکچین و تأثیر تأمین مالی در بلاکچین بر بازار پول سرمایه می‌پردازیم که نکات بسیار جذابی رو مطرح کرده. و در خصوص اینکه کجاها میتونن یعنی ابتدایی ترین شرکت ها و اشخاص غیر حقوقی که در کشور اقدام به پذیرش بیت کوین کردن رو با دلیل مسدود سازی حساب ها و مشکلاتی که برای انتقال پول به حساب کسانی که در ایران وجود داشت یا واریز به حساب ایرانی ها وجود داشت، دیگه این موضوع رونق بیشتری گرفت. جالب براتون بگم چند سال پیش تو جشن شکوفاهای ژاپن میزان استفاده از کریپتوکارنسی به شدت افزایش پیدا کرده و به صورت خاص بیت کوین. علتش هم این بوده که کسانی که میرن اومدن برن اون حالا به هر حال اون تایم خاص شکوفاها و فضای زیبایی که توی ژاپن به وجود میاد رو ببینن، نمیخواستن چند بار اکسچنج پرداخت بکنن برای اون پولی که میبرن و تبدیلش میخوان بکنن به یوان، ین، ببخشید یوان که چین میشه، به ین. و خدمتتون عرض شد که خیلی راحت و با تخفیف ها و پروموشن های جالبی که روی پذیرش بیت کوین گذاشته بودن، خب عملا جامعه رو با این مبحث آشنا کردن. حتی پا رو فراتر از این هم گذاشته، ژاپن رفته سراغ اینکه قسمتی از حقوق شرکت ها رو با توافق طرفین یعنی کارفرما و کارمند یا کارگر بر اساس ارزهای دیجیتال و به صورت خاص بیت کوین پرداخت بکنن. اولیش هم مربوط به یه شرکت ISP بوده تو حوزه فروش اینترنت که این همچین کاری رو انجام داده. حتی دیروز پریروز دیدیم ایلان ماسک هم که ثروتمندترین مرد دنیا شد با این داستان تسلا، اشاره کرده که من مثلا حاضرم که با ارزهای دیجیتال حقوقم رو بگیرم. و خب مطمئن باشین که دیری نخواهد انجامید که یه همچین اتفاقی در خیلی جاها بیفته، چون عملا یه قسمتی از پولتون شما دارین عملا چیکار میکنین؟ سرمایه گذاری میکنین. ما 10 تا روش خدمتتون بگم کسب درآمد رو میخوایم با هم ببینیم. اینها شامل خرید و نگهداری و هودل کردن، یکی از مخفف های تو کریپتوکارنسی بود دیگه، یعنی هولد کردن، نگهداری با ارزهای دیجیتال میره بالاتر، شما رشد میکنه و یه گینی به دست میارید و یه درآمدی کسب کردید، یا میایین میرین به صورت دیفای به قول معروف تامین مالی رو شبکه انجام میدین و از محل اون سود دریافت میکنید، دریافت سود سهام ارزی سری از این کوین و توکن ها که همینجا بی ام بی و ایکس دی زی و نئو و نکستو نام بردم، اینا پایان دوره مالیشون هم عین برگه های سهمی که توی بورس میخرین سود پرداخت میکنن. حالا یعنی یه عین سود مشارکت در پروژه هست که هر کدوم از اینا عددهای مختلفیه، شما میتونید اینا رو بخرید و به عنوان یک سرمایه گذاری بهش ببینید. به عنوان مستر نود میتونید عمل بکنید و خب میبینید داش و تی ویکس جز این موارد هستن. آربیتراژ، جلسه پیش در خصوص آربیتراژ صحبت کردیم و یه نمونه جالبش رو در همون لحظه به صورت لایو دیدیم که یه تفاوت قیمتی در خرید و فروش وجود داشت. کسی یادش هست؟ یه توضیح کوچیکی بده.
اگر کسی خاطرش هست و میخواد صحبت کنه من میکروفونش رو باز کنم. یه غیر از آقای جوادی پور کسی دیگه تو کلاس هست اصلا؟ من میکروفون شما رو باز کردم آقای آورده جوادی پور. دوستان، ببخشید دوستان، همه بله بله استادم، من فقط دارم اینجا به قول معروف درس بس میدم خدمت شما. بقیه دوستان راجب آربیتاژ که فرمودید، اون سایتی رو که معرفی کردید که لیست صرافی های مختلف رو به ما نشون میداد و قیمت های مختلفی که بود و تفاوتی که بین صرافی های مختلف است، اون نکته که شما فرمودید که حالا توی حداقل توی یکی از رمزارزها فکر کنم اگر اشتباه نکنم اتر بود، تا 190 دلار هم ما اختلاف قیمت داشتیم بین این صرافی ها. شما فرمودید که میشه از بعضی از اینا خریداری بله کرد و به بعضی دیگه حالا فروش انجام داد، تو همین فاصله این اختلاف گرفت که این مفهوم آربیتراژ، من تا اینقدر متوجه شدم، حالا نمیدونم درسته. بله کاملا درسته، کاملا درسته و درست میفرمایید. توضیحی که دادین کامل، بقیه دوستان هم شنیدن دیگه توضیح های جوادی پور، بسیار عالی. خب پس این فرصت است، اما یه نکته توش داشت، اینکه اگر شما ببینید اونجا دو تا قیمت خرید میداد، این صرافی ها زرنگن دیگه، بعد قیمت فروششون هم ببینید، یعنی اگر تفاوت قیمت فروش و خریدشون رو در نظر داشته باشین که اینا مارجینشون رو زیاد نکنن، چون یه سری هزینه های مخفی داشتن دیگه، خاطرتون هست جلسه قبل در خصوص هزینه های مخفی، مخفی که حالا منظورم اینه که یه جوری روتین نیست، اینا هیچ کدوم رو قایم نکردن، یه جا رفته ریز نوشته اون زیر اون همه توضیحات، شما هم نخوندید، نکس 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 زدین، رجیستر کردین و بعد میبینین شارژ میشین. کسی یادش هست در مورد هزینه های، حالا من اصطلاحا هزینه های مخفی نام بردم، که کارگزار صرافی های کریپتوکارنسی میتونن به ما تحمیل کنن چیا هست؟ فقط تیتروار نام ببره. من فقط اگه اجازه بدید فکر کنم یکیش کامیشنی بود که صرافی ها می گرفتن. من تا اینجا یادم که این کامیشن ها با هم متفاوت بود، ولی بله بله تیترهای دیگر رو من حضور ذهن اگر ندارم حداقل. اگر از دوستان کسی هستش که حضور ذهن داشته باشه که بخواد به ما کمک بکنه، اگر هند رایز کنه من اینجا میکروفونش رو باز کنم که بتونه توضیحش رو بگه که روی ویدیو ضبط بشه. دوستان به شدت در حال یادداشت هستم. بله ترانسفر ریت ها میتونه متفاوت باشه، اسپید آف ترانزکشن کاملا درسته. میاد میگه که اگه میخوای الان من یه خود توضیح بیشتر بدم، آقای عقیقی هم دارن می نویسن، عرض شود که میاد میگه که اگه من 24 ساعت طول میکشه اینو براتون منتقل کنم، اگه میخوای مثلا الان براتون چیز جا به جا بکنم 5% بد بدی. اینا خیلی بی‌انصافیه دیگه، بالاخره انجام میدن دیگه. و حالا ما پس به موضوع آربیتراژ پرداختیم و در نهایت بحث استخراج رمز ارزها به صورت مستقیم و غیر مستقیمه. با این طرحهای مختلف شاید شما هم توی اینترنت مواجه شده باشین که میگن شما بیاین هش ریت بخرین و یعنی اون هش پاور بخرید که بتونید مثلا چیز انجام بدین، ماینینگ انجام بدین، ولی رو کلوده. خب ببینید قسمت عمده ای از اینا به کلاهبرداری ختم میشه، یا ضرر میکنن پروژه رو میبندن، شما دستتون به جایی نمیرسه. اما وجود داره یه روش کسب درآمده و خب نکتهش تو اینه که ببینید طرحهای پانزی که میاد مطرح میکنه، ما تو قسمت کلاهبرداری قشنگ میخوایم روی این بحث کنیم، اما یه فرصتی تو این وجود داره که میتونید مثلا همون روز اول اگر ورود بکنید با عددهای کوچیک، ریسکش هم فوق العاده بالاه ها، دقت داشته باشین، اگر با عددهای کوچیک وارد چین و همون روز اولی که اون طرح افتاده وارد بازار بشین، شما بر اساس اون ریتی که داره میگه مثلا بعد از این مدت انقدر بهتون میدم، بعد از 3 روز انقدر درصد میدم، همون سری اول بگیری بیای بیرون بردی. ولی خب همیشه طمع آدما رو نگه میداره و اینکه خب این سایت ها هم آدمای زرنگی راه اندازیشون کردن دیگه، 10 روز این سایت رو میاره بالا یه گینی میکنه.